شب سراب پاره 25 چمدان را آورد لباسهایش را توی آن ریخت مثل اینکه به عروسی می رود گردن بند به گردنش بست انگشتری به انگشتش کرد اشرفی که برای تولد پسرم به او داده بودم برداشت گفتم اونو بده به من مادرم گفت رحیم ول کن خودم دادم میخوام بگیرم اشرافی را به طرفم پرتاب کرد برداشتم و با علنگوها که هنوز توی دستم بود گذاشتم توی جیبم جامدانش مثلا که آماده شده بود رفت بچه را از بغل مادرم کشید چمدان را برداشت چادر را به سرف کم و از اتاق خارج شد کفشایش را پوشید یک لنگ کفش من سر راهش بود با هرس آن را وسط حیات پرتاب کرد نمی توانست درست راه برود. قدرت اینکه یک دست شمدان را حمل کند و بچه هم زیر بغلش باشد را نداشت. هیچ نشده تلو تلو میخورد دلم سوخت از پله داشت میرفت با این. از وسط پلکان به وسط حیات جستم جلو پله دالا نشستم و راهش را رو بستم. مادرم گفت محبوب جون ول کن کوتاه بیا گفتم دو کار نداشته باش میخواستم ببینم این نمایش را چگونه خاتمه میدهد رسید جلو من خنده گرفت گفت رد شبز برم توی صورتش نگاه کردم دلم برای او سوخت دلم برای خودم سوخت دلم برای این طفل معصوم که اسیر حماقت های ما شده بود سوخت نگاهش کردم با تأسف با دنیایی غم با دنیایی قصه آخر چرا چرا آن عشق به اینجا انجامید؟ برو کنار میخوام برم میخوای بری؟ همین سادگی؟ خونی من بار کردی میخوای ببری؟ فکر کرد منظورم به چمدانش است که خرط و را تپانده بود با حرص جامدان را محکم کوبید روی زمین حالا رد میخوام برم خب این نصفش ولی نصفه ازدکاری مونده ازدکاری؟ به آرامی بلند شدم پسرم را از آغوشش بیرون کشیدم و آهسته روی زمین کنار دیوار گذاشتم از جلوی پله و دالان کنار رفتم و با دست به در اشاره کردم حالا بفرمید تشریف ببرید هری هر از اول میدانستم نمیرود؟ نمی اینها همه نمایش بود اینها مود تازه بود کجا به رود تمام پلها را پشت سرش خراب کرده بود روی برگشت نداشت باز باید همینجا بماند پهلوی خودم مدتی حاج و باز کنار دیوار ایستاد بعد سرش را پایین آورد مثل بچه آدم رفت توی اتاق نان خوب گوشاتو باز کن دیگه حق نداری این بچه را خونه بیرون ببره الماس باید همون با تو بره فهمیدی دستت سپردم یا علی ما رفتیم از در خانه بیرون آمدم خانه نه جهنم درده نه دروازه دوزخ وای خدایا آیا می شود زندگی اینقدر تلخ باشد؟ چگونه می شود عشق این چنین تبدیل به تنفر شود؟ آن محبوب نازنین چه شد؟ کجا رفت؟ مرد؟ آن عشق آتشین چه شد؟ خاموش شد؟ افسرد؟ این همان دختری است که گاه و بیگاه لذت به در دکانم می افشاند. این همون است که با من راز دل می‌خواست بگوید این همون است که همه چیز را به خاطر من ول کرد و آمد آری رحم یادت باشد دختری که به پدر و مادرش وفا نکند به شوهر هم وفا نمی کند کسی که آن دبدبه و کبکبه را پایمال هوا و هوس نفس و آتش شهوت بکند زندگی محققه تو را هم ول کند این رسم روزگار است این قانون غیرقابل قابل تغییر است همانطور هم مرد پسری که به خاطر زن مادرش را بیازارد در آینده نچندان دور به خاطر زن دیگری زن قبلی را خواهد آزرد دخترها و پسرها احمق و نادان هستند که فکر می کنند پسر را از مادر جدا بکنند برده اند یا دختر را از پدر و مادرش دور کنند تمام محبتهایش را به خود اختصاص دادند چه بکنم خدایا چه بکنم من کجا را دارم بروم من هم بیکسم من هم بی, من هم بی برگردم خانه به آن خانه وای نه اصلا پای رفتن نداشتم و ایلان و سرگردم توی کوچه ها راه می رفتم. شال کشمیر زیر بغلم بود و من فراموشش کرده بودم در عالم خودم بودم جریانات سه روزه را مرور می کردم آقا می فرشی؟ صدای زنی به خودم آورد چی خانم؟ با دست اشاره به شال اینو تازه متوجه شال شدم نه خانم فروشی نیست خوب به یادم آورد رو اندازی دارم می روم دکان می روم دکان به طرف دکانم راه افتادم وقتی در دکان را باز کردم دلم برای محبوبه سوخت طفل معصوم این دکان متعلق به اوست او خودش جا و مکان ندارد اگر کلید اینجا را داشت امروز دو دا امیدی داشت حال کار کردن نداشتم تمام اعضای بدنم کوفته بود انگار کشتی گرفتم انگاری کتک خوردم خاک بر سر من با این دست با این دست صاحب مرده زدم توی صورت محبوبم زنم مادر بچه هم. چقدر بی غیرت هم کو مردی و مردانگی پدرم جوان مرد بود دست روی ضعیف بلند نمی کرد هار شده بودم دیوانه شده بودم چه بکنم بروم به پایش بیفتم پوزش به طلبم. پایش رو ببوسم صورتم را جلو ببرم بگویم بزن بزند که دلش خنک شود قصه از دلش بیرون رود مرا ببخشد دوباره در آغوشم بخزد دوباره سرش را رو روی سینه هم بگذارد چه بکنم ها را رو روی هم تلمبار کردم صاف کردم به صورت بستری درآوردم قبایم را که به میخآویزان بود و ماها بدون استفاده مانده بود برداشتم مچاله کردم مثل متکا کردم عجب رخت خوابی درست کردم شال کشمیر خیلی نرم است چه کیفی دارد زیرش خوابیدن این سه شب را دیدم محبوب صدایش تر نیامد نگو کار این شال است نرم است سبک است گرم است هزار مرتبه بهتر از آن لحاف سنگین پنبه است مدتی گذشته ها رو مرور کردم یادم آمد که محبوب خودش تعریف کرده بود که شبی که مادرش برادرش تا میزایید با خواهرش بدون زیرانداز و پتو توی نمیدانم انباری یا کجا خوابیده بودند. خب چه شد یک شب که هزار شب نمی شود تازه آن دو شب را زیر این شال نرم خوابیده بود که خیلی هم گرم است اوسا خیلی خوشگله دستتون درد نکنه رحیم روزگار تنهایی پر کرده قصه هام رو ریز ریزه با کندن این چوب از خودم دور می کنم رحیم نمیدونی تنهایی چقدر طاقت فرساست وقتی تنها هستی غم و غصه مثل موریونه به جونت میفته میخراشه میخراشه میتراشه میتراشه و یک موقعی به خود میایی که از درون پوک شدی با یک تلنگر وا میری پوسیده میشی و فرو میریزی در تنهایی قصه ها بزرگ میشن مثل یک تکه سنگی که توی آبنبار بیفته چه جور صدا میکنه قصه ها هم اونطور بزرگ میشن اما اگر کار داشته باشی مسئله توفیر میکنه کار تو رو از تنهایی در میاره مونس بی صدات میشه مطیع و فرمان بره تو این کار روی شوب منو نجات داده باور کن رحیم بعد از مرگ حاجی خانم کم مونده بود قاطعی کنم یواش یواش در تنهایی با خودم حرف می زدم. گاهی با آدمی موهوم دعوا میکردم کردم میدادم خودم متوجه حال و روزگارم بودم خدا اوسا فضل الله رو حفظ کنه دستم و گرفت و این فن رو یادم داد اوسا خودتون رنگ میکنید؟ نه میده موساز خودش رنگ میکنه لاکلکل میکنه من لاکلکل زدن رو بلدم اوسا یاد گرفتم پیر شیرهیم تو خیلی زرنگی به خودت به جنبی یه روز مبل ساز خوبی میشی و ازت بهتر میشه ترقی میکنی میدونی رحیم ما مردا اسیر زنهامون هستیم راست گفته هر که گفته زن خوب و فرمانبر و پارسا و کند مرد درویش را پادشاه وقتی مرد پشتش به زنش به خونه و زندگیش گرمه در کارش حالا هر کاری که داره موفق میشه اما برعکس وای از روزگاری که زنت ناسازگار باشه به زندون قاضی گرفتار به که در خانه بینی به ابرو گره از خونه میزنی بیرون اما مگه افکارت ولت میکنه مادام مثل خوره تو رو میخورن من با حاجی خانم زندگی خوبی داشتم رهیم اما آخر آخرا پا پیچم شد بهتونی به من زد که دود از کلم بلند شد دیوونه شدم هرچه مدارای کردم نشد که نشد آخر سر منو بدبخت کرد خودشم دق کرد وقتی زن سوء زن پیدا کنه دیگه به هیچ وسیله ای نمیتونی از دلش در بیاری قسم هم بخوری باور نمیکنه. نمیدونی رحیم چطور زندگی رو بر من و خودش تبدیل به جهنم کرده نمیدونی چه به روزگار من آورد خدا پدر بسیرالملک را بیا مرزه درسته که سر پنجره ارسی حقمو نداد اما دکونو خوب خرید زندگیمو نجات داد وقتی دکون رو فروختم و تو هم آواره شدی حاجی خانم تا حدی راضی شد اما بعد از مدتی بازم شیطون درونش به وسوسه پرداخت زور میگفت تو رحیم رو جاوی دیگه میبینی تو دست از رحیم بر نمیداری جوون بی اون که بدونی روزگار من به خاطر تو سیاه شد و دیگه رو سفیدی به خودش ندید وقتی استاد حرف میزد یاد بهتان محبوب افتادم استاد راست میگفت دود از کله آدم بلند میشود تو که اصلا در باغ نیستی ما تت میبرد دست پاچه میشوی رنگ به رنگ میشوی و همین حرکات بیشتر متهمت می کند. کوکب بیچاره چه خبر از ماجرای ما دارد؟ مثل من که نمیدانستم تمام اختلافات اوسا با زنش سر من است. اما رحیم اونی که باید قاضی باشه خداست. دیدی ما بیگناه بودیم. حالا کنار هم نشستیم و اون بیچاره زیر خاک پوسیده. اصلا رحیم تا روزی که زنم متوجهم بکنه به پیر به پیغمبر من نمیدونستم تو اینقدر خوشگلی باش پسر من هستی تو رو مثل پسرم دوست دارم اما وقتی دلش چرکین شد دیگه نتونستم پامو توی دکون خودم بذارم یادت هست که بیرون میستادم و زود بر میگشتم اینها رو میگم که تو متوجه بشی نمیگم مراقب خودت باش چون نمیشه فهمید که زنها به چه چیز حساسیت دارن تو فقط همیشه بیاد خدا باش همیشه خودت رو در محضر اون بدون بقیه رو ول کن خدا خودش قضاوت میکنه دلم میخواست ماجرای خودم را با اوستا در میان بگذارم اما رویم نشد دلم میخواست درد دل کنم سبک شوم اما زبانم یارای گفتن نداشت خانه استاد سوتوکور بود دیگر توی حیات از آن گل ها و آن سبزی های معطر خبری نبود. دو تا تخت توی حیات را اوستا روی هم خوابانده بود. پایه های روی رو به هوا بود. معلوم بود که مدت هاست کسی روی آن ننشسته. توی اتاق اوستا مجموعه ای از اتاق و مطبخ بود. چراغ خوراکپزی را گوشه اتاق گذاشته بود. همانجا میپخت، همانجا میخورد و همانجا میخوابید. انگاری ماه بود که اتاقش رنگ جارو به خود ندیده بود. تار انکبوت از سقف آویزان بود اما نور چشم استاد کم شده بود. متوجه آنها نبود. اوسا جارو کجاست؟ خاک انداز کو؟ چه میخوای بکنی رهی؟ زحمت نکش. چه زحمتی اوسا وظیفه منه؟ کار نکرده که نیستم. توی خونه اغلب کارها رو من میکردم. حالا مادرم اومده بیکار شدم. راستی مادرت خوبه محبوب خانوم خوبه به مرحمت شما هر دو خوبم تبراه بچه رفتن ورامین خونه پسر خالن. چه خوب چرا تو نرفتی کار دارم نون باید در بیارم بیکار که نیستم پس بمون اینجا بمون پهلوی من بذار چند روز از تنهایی در بیام کی بر میگردم خودم باید برم دنبالشون بستگی به این داره که چقدر خوش بگذرونم خوب کردی فرستادی رهیم اشتباهی که من در زندگی مرتکب شدم این بود که در تمام عمر ازدواجمون هرگز از هم جدا نشدیم تا مرگ ما رو از هم جدا کرد و این اشتباهه آب زلالم یه جا بمونه میکنده نمیدونم که کبوترها رو دیدی و دقت کردی چطور دو جفت مدام در حال مقازله و بوس و کنارم این به خاطر اینه که یک ماه مرداد رو گرمای تابستون شدت داره زن و شوهر از هم جدا میشن چون تخما در گرما خراب میشه جدا میشن که تخم نزرن و همین جدایی یک ماه در هر سال بقیه سال اونها رو شیرین میکنه و اینقدر نسبت به هم وفادارن که اگه یکی بمیره اون دیگری که آخر عمر تنها زندگی میکنه و به طرف جنس مخالف دیگه ای نمیره و رحیم به خاطر همینه که در تمام دنیا کبوتر مقدسه و در بالای حرمها رفت آمد میکنه و دونه های فراوون نصیبش میشه چون مردم حتی اونهایی هم که فاسد همده تقوا و پاکی رو دوست دارن و محترم میدارن هرچند که خودشون بوی از افت و نجابت نبرده باشن در برابر پاکان و با تقوایان فروتن میشن در هیچ جای دنیا کبوتر رو نمیکشن شکار نمیکنن مقدس میدونن کبوتر حرم مسون از تعرضه منظورم اینه که زن رو به سفر بفرست خودت مسافرت کن همیشه نشست به خونه زن اشتباهه من این اشتباه روی کردم پسرم تو تکرار نکن پیش اوستا ماندم خانه اوستا خانه امیدم شد پدرم زنده شده بود پدرم را یافته بودم گاهگاهی به محلمان میرفتم به دکاندار و قصاب و نانوا سپرده بودم مادرم هرچه میخواهد بدهند و هفته به هفته میرفتم حسابشان را می رسیدم و بدهکاریشان را میدادم این وسیله ارتباط من و مادر بود مادر میفهمید که سلامت هستم کار میکنم زنده ام گاهی به خانه می نمیرفتم توی دکان میخوابیدم اوستا فکر میکرد و رامین رفتهام پیش زن و بچه هم هستم وقتی برمیگشتم همه ی آن که در سفری که برای آوردن مادر به ورامین کرده بودم را شاخ و بال میدادم و تعریف می کردم نمی خوان بیان نه اوسا اونجا مثل اینکه که خوش میگذره. گذره می, می خوام زندگی رو منتقل کنم ورامین ارزون تره کارت چی میشه؟ نه خودم نمیرم خودم اینجا کار میکنم گاهی به اونا سر میزنم بعد نیست اینم بعد نیست از قدیم گفتن دوری و دوستی اما خودم می ترسیدم از دل برود هر که از دیده رود خودم داشتم به نبودنشان عادت می کردم. هنوز شرنگ دعوای آخر در کام او بود هنوز اداهای محبوب رنگ نباخته بود در درونم از مادر هم رنجیده بودم او همسر ناسازگاری داشت دوتایی به جان من افتاده بودند هر بار دلم تنگ می شد راهی خانه می شدم وسط راه پشیمان می شدم و بر می گشتم. یک روز بعد از اینکه کارم را تمام کردم دیدم با تمام وجود دلم میخواهد برگردم خانه آخه توی دکان با این زندگی سگی که داشتم حوصلم سر آمده بود خانه اوستا هم که مدام نمیتوانم بروم حالا دیگر اوستا فکر می کند مادرم و زن و بچه هم را از ورامی برگردانده گاه گاه می رویم خانه اوستا. رفتم جلو درمان ایستادم. خودم را آماده کردم که در را باز کنم و بروم تو. چه بگویم؟ چه میگوید پسرم؟ چه میگوید طفل معصوم؟ گرفتار اخلاق نحس اطرافیانش شده. دده دده الهی قربون تو برم. الهی دده برات بمیره. نه چرا بمیرم؟ تا زنده از زنده باشم. به یتیم نشود. صدای بگو مگو از توی خانه شنیدم نمیدانم محبوب چه میگفت صدایش دور بود حتما توی اتاق بود یک چیزهایی میگفت پس هنوز جنگ و دعوا ادامه دارد صدای مادر نزدیکتر بود حتما مطابق معمول توی حیات است دارد کار میکند پسر آلاخون والاخون شد با صدای محبوبه به طور مبهم به گوشم رسید نتوانستم بفهمم چه میگوید دعا کن زودتر از کوکب سیر بشه برگرده سر خونه زندگیش باز محبوب چیزی گفت دوباره مادر گفت نه ترس عقدش نمیکن. کن او قدرم خام نیست یه چند سبایی سیغش میکنه. کنه آبا از آسیاب میافته. افته. یعنی چه پشت سر عجب حرفایی هست که ما خبر نداریم برگشتم نه گوی آتش تنور داغه مادر که میدونست که او کب میخواد زن قبل. چی بشه این حرفاش یه پسر دختره میزنه مادر یه چرا؟ رفتم توی دکان روی رخت خوابی که درست کرده بودم دراز کشیدم صدای الماس نمی آمد چه شده؟ حتما خواب بود فکر کردم گفتگوهای سه ماه قبل را مرور کردم آخرین حرفهای محبوبه را دوباره تکرار کردم چه شد؟ چرا کار به اینجا رسیده؟ و بالاخره به این نتیجه رسیدم که او هی گفته های خودش را تکرار کرده مادر هم حوصلش سر رفته مثل خود من فهمیده که به هیچ سراتی مستقیم نیست قسم و آیه همسرش نمی شود حالا هم کلامش شد و چه میدانم یا میخواهد خواهد به چه زاندش یا واقعا او هم باور کرده که رحیم بیکار نیست زیره ای کرده حالا اگر کوکب هم نشده چه فراوان زن زن سیغه بشو بهار نمی گذاشت. این فصل لعنتی به پایان نمی رسید هر شب و روز با آن درد و عذاب یادآور خاطرهایم بود هر لحظه اش با شکنجه و اندوه سپری می شد که این بهار تمام می شود کی بوی پیچ امین و دول دست از سر من بر می دارد بوی خاطرهایی که این همه تلخ شده بودند خواب می دیدم که توی دکان ایستادم مشتاق و شیفته او از راه می رسد با لبخند مهربان و عاشقانه یک شاخ گل به هم راه داشت دستم را دراز می کنم که بگیرم اما به من نمی دهد. چرا محبوبه چرا؟ فریاد می کشیدم التماس می کردم اما فرار می کرد. به سرعت می دوید. از خواب می پریدم. خیس عرق بودم. محبوب دیگه به من گل نمی ده. چرا حتما من به گل گرفتن رو ندارم. در خواب نداد. اما در بیداری داد و گرفتارم کرد. ای کاش دستم خشک شده بود و اون یک شاخ گل رو نمی گرفتم. رحیم دیگر صحبت از ای کاش و می کاش نیست. اگر اشتباه کرده ای تمام شده زنت هست مادر بچه هست بساز سوختی هم چاره نیست بسوز بس که توی دکان کار کرده بودم خدا را شکر اوزاهم رو به راه بود رفتم یک جفت کفش خریدم سر و صورتم را اصلاح کردم بیرانم را توی خانه اوستا جا گذاشته بودم رفتم پیش اوستا حالش خوب بود کارهایش را تمام کردم خریدش را کردم و به طرف خانه پردر آوردم اشرفی و علنگوها را هم توی جیبم گذاشتم چه باید بکنم چه بگویم کافیست یک لبخند به رویم بزند مثل آفتابی که همه رطوبت را خشک می کند همه کینه و گله هایم از بین می روند. در را باز کردم دلم به شدت می تا تاب تاب از پله ها بالا رفتم در اتاق را باز کردم محبوب نشسته بود داشت گلدوزی می کرد سلام سلام خم شدم بند کفشم را باز کنم گفت رحیم سر بلند کردم جون رحیم خندیدم دلم گرم شد خوشحال شدم سرش پایین بود تا حالا کجا بودی هر جا که بودی حالم برو همونجا. جا از آسمان به زمین به ته چاه سقوط کردم تمام اشتیاق و تمنا در وجودم از بین رفت عشقم به کینه ی بدی تبدیل شد فقط گفتم چشم و از راهی که آمده بودم برگشتم رحیم یه کار خوبی در بنادر جنوب هست دلم میخواد برم اونجا بعد که برگشتم برم مکه خدا بیا مرزاش خانم رو همیشه میگفت آقا محمود من و تو علکی علکی حاجی آقا حاجی خانم شدیم یعنی میشه قسمت بشه و بریم سفر حج نشد رهیم تا وقتی اون خدا بیا مرز بود برای من مقدور نشد به اندازه دخلم خرج داشتم حالا شکر خدا وضعم بهتره کار زیادتر شده یه خوردم پول اون دکون پرو بالم و باز کرد بی دکونم کار دارم میبینی که ماشاءالله یه روز خدا بیکار نیستم شبا هم که این کنده کاری رو دارم اما دولت یک عده نجار میخواد برای کار در بنادر جنوب میگن دستمزد خوبی هم میدن میگم تا زور بازو دارم برم اونجا بعد بیام برم سفر حج انشالله استا از قدیم گفتن نیت ها را منزل او را یعنی کی رهیم ترکیه و خندید اتفاقا هم ترکیه هارا یعنی هر کجا او را یعنی اونجا یعنی هر کجا نیت کنی اونجا منزل میکنی حالا نیت حج کردین حتما میرید صحبت قسمت و همته چه میدونم رحیم شاید سفر مرگم باشه شاید برم همونجا بمیرم که سعادتی ما خدا نکنه بمیری دوستا رحیم بیچاره باز بیکس و کار میشه رهیم، کس و کار آدم خوب خداست پسرم تو با خدا هستی من متوجه هستم چه اون زمان که عذب بودی چه حالا که زن داری خدا رو شکر بیاد بی خدا نیستی کس بی کسان خداست آدمای های گناه کار تنها میمونن او جنوب چه کاریه؟ مهارت زیاد میخواد؟ میایی بریم رهیم؟ نه چه مهارتی؟ نجار معمولی خواستم کاری نداره که تو بهتر از من میتونی زور بازو داری اما زن و بچه رو چه میکنی؟ با مادرم هستم کاری به من ندارن به پسر خاله من میسپرم گاهی به اونا سر بزنه مرد خوبیه دیگه من نمیدونم اینا مشکل خودته اگه میتونی رو به راهشون بکنی بکن بریم چند روز راجع به این موضوع فکر کردم چه بکنم؟ اگر نروم چه بکنم؟ بعد از آن همه مدت با آن همه اشتیاق رفتم به خانه آن چه ای بود که با من کرد اصلا وقت نکردم خم بشوم صورت پسرم را ببوسم خودش برای خودش بهتان زده قهر کرده هوار کشیده من بیچاره که هیچ تقصیر ندارم حق با مادر است آلا خون بالا خون شدم آواره شدم روی دکان از بس خوردم و خوابیدم شکل دکان شدم رختم را آنجا میشویم ظرفم را آنجا میشویم این اصلا نمیگوید بروم ببینم توی دکان چه خبر است این همان رحیم است که توی دکان دیگری ولش نمیکرد حالا رحیم هم مال خودش است دکان هم مال خودش است آخر نمیگوید بروم ببینم مرده است یا زنده کار میکند یا بیکار و ولگرد است دایه گردن شکسته اش نمیپرسد دختر شوهرت کو نمیگوید دختر شوهرت جوونه این همه مدت نباید ولش کنی این نمیفهمد آن زن گنده که میفهمد باز پایم شل شد که برگردم خانه باز میل به زندگی در کنار زن و فرزند و در کنار مادر در من جوشید اما هر بار جلو رفتم قیافه مثل یخ محبوبه مثل سنگ گنده ای جلوی پایم سرد شده و پای رفتن را شکست با خودم کلنجار رفتم به خودم نهیب زدم رحیم تو را از خونه بیرون کرد چجوری میشه؟ اگر خونه تو بود جرأت داشت این گارو بکنه زن جماعت اینجوره اگر امروز بری و نازشو بکشی پر رو میشه فکر میکنه که اصلا نفهمیدی عذر تو خواست که مثل سگ از خودش روند فردا دم تو میگیره از دکونم میندازه بیرون وفا که نداره مادر خوب فهمیده زنها خوب همدیگه رو میشناسن سیر شده دلش رو زدی اینا مخلص دل هوسناک خودشون هستن دیگه به تو میل نمیکنه هوس بوده فرونشست خودت رو یخ روی آب نکن مرد باش یک بار اشتباه کردی دنبال دلت رفتی اینطور شد دل ساب مردت رو سرکوفت بزن جلوی زرر رو از هر کجا که بگیری منفعته بذار تا هر زمان که میخواد تنها بمونه برو با اوسا برو هم از اینجا دور شو هم پول و پلهی جور کن خودت رو از زیر بار ملت و این قوم و قبیله خلاص کن تا خونه نداری آواره شدی اگر خونه مال تو بود جرأت میکرد به تو امرو نه کنه